باشگاه ریال مادرید برنامه های برای بازگشت ریال به تیم پرستاره و دوست داشتنی را دوباره در سر دارد. سلام به کانال همگان با ورزش، خوش آمدید. باشگاه ریال مادرید تمام برنامه اش را روی جذب دو ستاره جوان فوتبال جهان گذاشته است. ریال مادرید در سالهای اخیر بازی کریستیانو رونالدو و پس از رفتن او از این تیم مهره های گمنام زیاد را در ترکیب خود داشته و دارد و اثر از باشگاه کهکشانی ها را در آن نمی‌بینیم. اما فلورنتینو پرز برنامه های برای بازگشت ریال به تیم پرستاره و دوست داشتنی را دوباره در سر دارد. روزنامه مارکای اسپانیا عنوان کرده کیلیان امباپه و ایلینگ هالاند دو ستاره کنونی فوتبال اروپا که یکی 21 و دیگر 19 سال سن دارد، دو هدف اصلی باشگاه ریال مادرید برای تقویت خط حمله اش هستند و پرز به دنبال این است تا هر طور شده رضایت این دو بازیکن را از باشگاه های پاریس سن ژرمن و دورتموند بگیرد. رئیس باشگاه ریال مادرید در نقل انتقالات تابستانی اخیر هم نگاهی ویژه‌ای به امباپه داشت، ولی واقعیت این است که خرید این ستاره تیم پاریسی تا قبل از سال 2021 امکان پذیر نخواهد بود و به همین دلیل کهکشانی ها امیدوار هستند در آینده هرچی نزدیکتر این ستاره فرانسوی را به خدمت بگیرند. هالاند نیز که کمتر از 3 ماه است که با انتقال به دورتموند و درخشش در این تیم نام خود را بر سر زبان ها انداخته و دیگر ستاره جوان فوتبال جهان است، دیگر گزینه جدی ریال مادرید برای تابستان سال 2021 محسوب می شود و مادریدی ها بیشتر از امباپه این مهاجم نروژی را به درهای باشگاهشان نزدیک می بینند. امباپه که بعد از درخشش در موناکو راهی پاریس سن ژرمن شد و طی 3 سال اخیر برای این تیم به میدان رفته، در فصل جاری با به ثمر رساندن 18 گل در 20 مسابقه در صدر جدول گلزنان لوشامپیون فرانسه است و در کنار آن موفق به دادن 4 پاس گل شده است که آمار فوق‌العاده‌ای برای یک مهاجم 21 ساله به حساب می‌آید. او با وجود سن پایین 5 سال است در سطح اول فوتبال فرانسه بازی می‌کند و علاوه بر کسب قهرمانی‌های متعدد در این کشور، توانسته جام جهانی را هم بالای سر ببرد که تمام این مسائل موجب شده چشم ریالی‌ها به او دوخته شود. این ستاره فرانسوی که پیش بینی می شود طی سالهای آینده و بعد از پایان سلسله لیونل میسی و کریستیانو رونالدو بیشتر از همه بازیکنان برای به دست آوردن توپ طلا شانس داشته باشد، در ماهای اخیر با پاریسی ها به مشکل خورده و این موضوع نیز می تواند او را به ریال مادرید نزدیکتر کند. ایلینگ هالاند نیست که در دور رفت فصل 2019-2020 در سالزبورگ اتریش عضویت داشت و در 14 مسابقه آمار چشمگیر 16 گل را ثبت کرد، در نقل انتقالات زمستانی به دورتموند پیوست، اما هیچ بعید نیست که ریال مادرید با پرداخت رضایت‌نامه این ستاره 19 ساله او را در تابستان آینده به خدمت بگیرد. هالاند بعد از پیوستن به دورتموند نمایش خیره‌کننده‌ای داشته و موفق شده در 8 مسابقه بوندسلیگا 9 گل به ثمر برساند و علاوه بر آن در یک مسابقه جام حذفی 1 گل و در 2 بازی لیگ قهرمانان اروپا 2 گل بزند تا مجموع گل‌های او در 11 مسابقه برای زنبورها به 12 گل برسد و یک آمار عالی برای خود به جای بگذارد. اما در این بین ریال مادرید در حال چشم به جذب امباپه به عنوان ابرستاره آینده فوتبال جهان و هالاند به جانشینی مطمئن برای کریم بنزما دارد که این دو بازیکن شاید در حال حاضر ارتباط چندان خوب با هم نداشته باشند. هفته گذشته و بعد از آن که پی اس جی در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق به شکست دورتموند و صعود در این رقابت ها شد، بازیکنان تیم فرانسوی با تقلید سبک شادی ایلینگ هالاند این مهاجم نروژی را به تمسخر گرفتند که در این جمع کیلیان امباپه هم خودنمایی میکرد. با وجود چنین شرایط و تمسخر هالاند توسط امباپه، اما هیچ بعید نیست که در آینده نچندان دور این دو مهاجم جوان را در کنار هم با پیراهن ریال مادرید ببینیم. تشکر از همراهیتان، تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. حالا نگهدار.